با سلام گرم بینندگان عزیز و خوش آمدید به نشر نوبتی سرخط رویدادها در هفته نو امروز 4 اکتبر درباره آن میگویم که به قول منابع رادیو زودی طالبان یک پناهجو را در مرز تاجیکستان به قتل رساندند. تفصیلات ترکیش در جنازه مادر زبیولو مجاهد که دیروز در مسجد ایدگاه شهر کابل به عمل آمد. جریمه یک ساکن جماعت دهات وحدت برای توی دخترش و مرگ یک کارمند مکتب در شمال تاجیکستان بعد پختچینی از موضوع دیگری ماست. دیروز تاجیکستان را باز یک زمین جنبی تکان داد. مرکزی زمین لرزه در تقریبا 70 کیلومتری مرغوب در موضع علی چور جایگیر بوده است. بنابر حساب ها جنبش زمین در مرکز از 4.7 بال رو از روی جدول ریختر تشکیل داد. اما مرکزی زلزله شناسی وزارت حالات فوق العاده ازبکستان میگوید آفت طبیعی در نزدیکی کوه رجیبیگ به عمل آمده شدت جنبش زمین 4.5 بال بود. گفته می شود لرزش زمین را در چین و افغانستان نیز احساس کردند. در برای تلفات جانی و یا خسارات رسیده از زمین جنبی اخیر اطلاعی نیست. در یک هفته اخیر این بوری چندم است که در مناطق گوناگون تاجیکستان زمین جنبی به عمل می‌آید. ماه ایول سال جاری در پی زمین لرزه پرشدت در نویه تاجیک‌آباد 5 نفر به هلاکت رسیده بیش از 200 منزل ویران گشت. منبع‌های رادیو آزادی از نویه ایشکوشیم افغانستان خبر دادند که طالبان یک پناهجو را که می‌خواست به حدود تاجیکستان گذرد به قتل رسانده یک نفر دیگر را با نام حاجی بابا با خود بردند. نماینده طالبان و مقامات دیگر ولایت بدخشان افغانستان برای شرح این خبر دسترس نشدند. بنابر گزارش‌ها در ولسوالی ایشکوشیم افغانستان که با ایشکوشیم تاجیکستان هم مرز می‌باشد نزدیک 2000 پناهجو جمع آمده از آخرهای ماه آوگوست به این طرف تلاش دارند در قلمرو تاجیکستان پناه یابند. مولوی نیسار احمد احمدی معاون ولی طالبان در بدخشان روز 1 اکتبر به بخش افغانستانی رادیو زودی گفت طالبان به زودی دسته های مرگ طلب خود را به ولسوالی ایشکوشیم هممرز با تاجیکستان خواهد فرستاد. دیروز در کنار درآمدگاه مسجد ایدگاه کابل ترکیش به عمل آمد که باعث هلاکت چند نفر شد. ترکیش در همان روز به وقوع پیوست که در این عبادتگاه جنازه مادر سخنگوی طالبان زبیولو مجاهد برگزار می شد. تفصیلات در گزارش اسکندر خواجه میرزاده. زخمیان از ترکیش در یکی از مسجدهای کابل برای معالجه به شفاخانه های پایتخت افغانستان انتقال یافتند. یک مقام طالبان گفت بر اثر ترکیش در مسجد ایدگاه شهر کابل شخصان ملکی کشته شدند. در آنجا نماز جنازه مادر ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان برگزار می شد. مجاهد 3 اکتبر در شبکه اجتماعی تویتر ترکیش را تصدیق کرد اما شماره دقیق کشته شده ها را نگفت. سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان سعید خوستی در پیام بر رادیوی آزادی نوشت که بر اثر ترکیش 2 کس فوتیده 2 نفر دیگر جراحت برداشتند. ترکیش در راه اساسی در نزد درآمدگاه مسجد یاد شده به وقوع پیوست. یگان گروه تا هنوز مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. از ماه آوگوست از زمان سر قدرت آمدن طالبان در گوشه های مختلف افغانستان آرامی نسبی مشاهده می شد. یک سرباز طالبان که ترکیش را با چشم خود دیده است و خبرگزاری ریترز گفت کمش 2 کس به هلاکت رسیده 8 نفر زخم برداشتند. او افزود که یکی از بمبگذاران کشته و دیگری دستگیر شد. رسانه های محلی افغانستان با تکیه به منبع های برایشان قابل اعتماد در مأموریت طالبان نوشتند که ترکیش حیات کمش 8 نفر را از بین برده 20 کسی دیگر را مجروح کرد. به نوشته رسانه های محلی احتمال شماره قربانی ها بیشتر باشد. مسجد ایدگاه و هموطنهای ما شهید و زخمی شدند و این نشان دهنده از این که دشمنای اسلام، دشمنای خصوصا مردم افغانستان و این شورشی ها نمیخواین که آرامی و صلح در این وطن برقرار باشه. از مقامات امارت اسلامی ما خواهان هستیم که جلوگیری از این رویدادها کنند. تنظیم های جنگجوی به مانند گروه دهشت افکن دولت اسلامی و یا داعش مخالف طالبان بوده همچون تهدید به امنیت افغانستان ارزیابی می شوند. داعش مسئولیت ترکیش ها در شهر شرقی جلال آباد افغانستان را بر دوش گرفته است.
برنامه را ادامه میدیم. دوستان کل توجیکستان از جریمه شدن یک سکین دهه استقلال جماعت وحدت اطلاع داده است. در خبرنامه آمده است که عبدالغفور برانوف ضمن دایر کردن عروسی دخترش قانون تنظیم را نقض کرده است. او مراسم را شام 6 آگوست امسال با شرکت مهمانان زیاد و با دادن 3 عام گذرانده اینچنین در روز دیگر مرکه را دوام داده است. اینچنین نام برده در مورد تغییر دادن روز برگزاری مراسم مقامات وکالتدار و کمیسیای دائمی محلی را خبردار نکرده است. قانون تنظیم رسم و آیین در توجیکستان سال 2007 تصویب شده یکی از پربحث‌ترین قانون‌های سال‌های آخر در کشور می‌باشد. چون به قول منقدان آزادی‌های انسان را محدود کرده به حیات معیشی و خصوصی ساکنان دخالت می‌کند. این قانون از جمله تشکیل و برگزاری زادروزها را تنها در دایره آیله اجازه داده است، در حالی که بسیاری‌ها این مقررات را ناعادلانه می‌حسابند و می‌گویند مجازات مقامات عیش آنها را تلخ می‌کند. رومیوران با موضوعهای دیگر. آخر هفته گذشته یک زاده توجیکستان را در شهر پوشکین روسیه بازداشت کردند. به نوشته خبرگزاری نیوسکی نووستی، فردوس سلیمانوویچ 42 ساله در جستجوی بین‌المللی قرار داشته است. به قول منبع مقامات توجیک دستگیر شده را به دعوت عمومی فعالیت اکستریمیستی متهم می‌دانند. طبق فرضیه تفتیش شد سلیمانوف 3 ژانویه در یوتیوب در یکی از برنامه‌های گروهی که در توجیکستان تروریستی اعلام شده است همچون مهمان اشتراک کرده گویو به تغییر دادن ساخت سیاسی توجیکستان دعوت نموده است. حالا بازداشت شده در شعبه نوبتداری وزارت کارهای داخلی پیتربورگ نگهداری می شود. مقامات انتظامی روسیه در برای دستگیر نمودن سلیمانوف به توجیکستان خبر دادند. قرار است سلیمانوف به وطن استرداد شود. خبرگزاری سپوتنیک می نویسد که یک فروش 53 ساله مکتب رقم 27 نویه بابو جان غفوروف که به پختچینی جلب شده بوده است در بوششگاه صحرایی فافتید. مصاحبان خبرگزاری گفتند رهبر صبیر و 8 روز باز در پختچینی بوده، در روز مرگش نیز 70 کیلو پخته جمع‌آوری کرده است. همکارانش گفتند قلب این زن به طور ناگهانی بگوی روزی بعد برگشتن از میدان پخته از تپیدن باز ماند. او را روز 2 اکتبر به خاک سپردند. زمنان موی گذشته نیز در شمال توجیکستان خواننده مکتب مهرانه 15 ساله که با پختچینی برده شده بود زیر چرخ تراکتور مانده به هلاکت رسید. مادر مهرانه آموزگاران و صاحبان زمین را گناهکار دانسته برایشان جزا را طلب نمود، ولی وابسته به این حادثه پرونده باز نشد زیرا مقامات گفتند خود مهرانه بی‌احتیاطی کرد. شومی 3 اکتبر در دوشنبه جشنواره با شرکت آوازخوانان معروف از خارج و داخل کشور از جمله جان خلیب و گروه بسته برگزار شد. این کنسرت که بخشیده به 20 سالگی تاسیس یابی شرکت مخابراتی مگافون تشکیل گردید، صدها جوانان را در نوروزگاه جمع آورد. اما برخی از شرکت‌داران چوره‌بینی در شبکه‌های اجتماعی از آن شکایت کردند که بعد دلیل فرو رفتن یکی از صحنه‌های اساسی جشنواره آنها را از صحنه بیرون کردند. شرکت‌داران که با نرخی از 80 تا 120 سومونی برای این چوره‌بینی و شنیدنی سرودی آوازخوانان دوست داشته خود چیپته خریده بودند میگویند این حادثه و تشکیل نادرست چوره‌بینی طبیعی آنها را ناراحت کرد. با این حال کنسرت بعد یک تنفس ادامه کرد و تشبسکران در آخر عذر پرسیده تمام شرکت‌داران آن را به یک برنامه رایگان فرهنگی در 4 اکتبر دعوت نمودند. بینندگان عزیز، اکنون برایتان عید قربی رسمی و سری خارجی در توجیکستان معلومات میدهم. بانک ملی امروز 4 اکتبر 1 دلار و 11 سومونی و 31 درم و 1 یورو را 13 سومونی و 12 درم معین کرده است. امروز 1000 روبل روسی 154 سومونی و 70 درم ارزش دارد. بینندگان گرامی، با عرض سپاس به یک و یک شما نشر نوبتی سرخط رویدادها را به پایان میبرم. اگر شما شاهد حادثه شدید و یا نواری دارید لطفا ما را نیز در جریان گذارید. من با شما خیر خوشنام میکنم و 3 ساعت پس در برنامه خبری منتظرتون خواهم بود. روز خوب داشته باشید.